بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به خدمت شما بچه ها، قبل از اینکه کلاس رو شروع بکنم یه توضیح کوچولو بدم. ببینید، من فیلم ها رو انشالله برای اینکه زود در دسترس شما قرار بگیره، فیلم ها رو دارم رو صفحه آپارات میذارم. حالا بعداً اگه مثلا بعداً از طریق این شبکه دانشگاه اینا روی OCW اینام قرار گرفتش، باز ایشالله بهتون خبر میدم، ولی فعلا برای شروع من روی آپارات میذارم. ببینید چیزه، این aparat.com، سایت aparat.com که برید /omidmath. حالا این که این omidmath چرا خیلی چیز نیست، من نمیدونم کی این اسم رو گذاشته بود، ولی برای یه بار یه فیلم درسی رو میخواستیم بذاریم چیز کرده بودن، گذاشته بودن دیگه، منم همینو گذاشتم، امید MATH. اینا این بالا میبینیدش دیگه، خب آدرسو تو این آدرس که برید، این کانالیه که من فیلمای درسامو میذارم. در حقیقت شما میتونید توی این دستبندی ها فکر کنم، یا آره تو لیست پخش، ببخشید لیست پخش، میتونید تو لیست پخش ریاضی عمومی رو انتخاب کنید و اگه برید تو، ببخشید، تو دسته پخش، دسته ریاضی عمومی، نمیدونم چرا میره تو فیلمش، مشاهده کل لیست پخش، ها اینا، ها مثلا الان میبینید ریاضی عمومی 1-0-1، مقدمات ریاضی عمومی 1-0، تو تعریف حد اینا چیز هستش. آب ببخشید این که اسمش چرا اینه، من نذاشتم، ولی چون آپارات تعویض یوزرنیم و اینا یه ذره درد سر سازه، این کماکان هستش. این یادم نمیاد، میگم یه زمانی چیز شده بوده، دوستان سر یه موقعی بودش این پیشنهاد کرده، اینو گذاشته دیگه، این مونده. من معذرت میخوام، سعی میکنم اگه بشه تا جسارت یوزر رو عوض کنم که آدرسم شما نداشته باشید. خلاصه این توی آپارات هستش. مثلا این فیلم ریاضیه که حالا جلسه اول رو میتونید ببینید، جلسه دوم هستش. بعد تو هر کدوم از این فیلم ها بریم، مثلا این ریاضی 1-0-1 که برید، ببینید یه لینک این زیرش وجود داره که جزوه درس رو میتونید از این لینک دانلود کنید. توی این لینکه که باز دوباره اگه این لینک رو باز کنین، حالا بذار من کپیش کنم. خب کپی، این لینک رو بریم باز کنیم. توی این لینک یه فولدری هست که من جزوه جلسات مختلف رو اینجا میذارم. اینا حالا مثلا جزوه 01، جزوه 02 اینجا هستش، پس اینو میتونید چیز کنید. اون چیزی که بچه ها برای OCW گذاشتن، این دوستان چیز ضبط گذاشتن اینو، خب اگه اینا زحمت بکشن این بعدن اینو اینجا چیز کنن، اینجا بذارن، خیلی ممنون میشم، چون من یه ذره برای قرار دادنش مشکل داشتم. ولی بذارید بریم ببینیم این ocw.chat.edu چه خبره. /course/id/256 من صریف زدم. خب ریاضی یک در حال تکمیل است، پس دوستان سعی میکنن، دوستان OCW سعی میکنن اینو اینجا بذارن، بنابراین حالا یا از آپارات یا از اینجا، ایشالله دوستان از روی سایت آپارات برمیدارن، یا حالا با یه واسطه دیگه، با یه جور دیگه من بهشون میرسونم، بعد روی این سایت هم میذارن انشالله. پس این در مورد چیز، در مورد اینکه فیلم ها رو کجا میتونید پیدا کنید، جزوه ها هم که آدرسش رو بهتون دادم دیگه، انشالله که مشکلی نباشه. آی فهمی بذار کلاس شروع شه بعد سوال رو چیز کنیم. اگه سوالتون خیلی واجب نیستش، بذارید حالا یه ذره درس بره جلو بعدن. فیلم جلسات درس میگن هستش، بزنید هستش بچه. خب بفهمید، خب جلسه 1-2-3 هست دیگه، من این 3 جلسه، چون من خودم هم خبر نداشتم دیگه ما 3 جلسه داشتیم، جلسه اولش که کنسل شدم هستش. این پس بچه ها دوستان تو OCW هم که نسخه کامل فیلم ها هستش دیگه، اگه دوست داشتید میتونید برید اینجا و ببینید دیگه فیلم ها رو. اینا ها مثلا این فیلم های روی سایت OCW هم هستش.
متاسفانه این جلسه تصویر برداری نشد. خب حالا پس ایشالله جایگزین میشه. ولی اون سایت آپارات الان من میدونم هستش. حالا دیگه بذارید خیلی وقت ماجرا کرد، وقتمون رو برای این ماجرا نذاریم. پس فعلا توی این صفحه آپارات هم هستش که بگم این aparat.com/umidmath. حالا فعلا اگه عجله داشتیم میتونید اینجا لینک رو ببینید، من اینم سنجاق کنم. سنجاقم نیفتاد، سنجاق پیام. بس من با اجازه این پیام دوستانیتی رو بردم، اینجا هم هستش، اون پیام چیزم که هستش. خلاصه میتونید این دو جا شما برید و خلاصه فیلم ها رو ببینید. پس حالا یه ذرم روندمون کامل بشه، ان شاء الله سعی می‌کنیم همین رو OCW بذاریم که دیگه امکانات خود چیز دانشگاه هم داره میتونه ازش استفاده کنه. آیه فهمی بفرمایید سوالتونو. استاد صدا من میاد؟ بله بله بفرمایید. استاد ببخشید این فصل اول که مقدماته ما خودمون برنامه بریزی مطالعه کنیم یا اینکه شما وقتی براش گذاشتیم؟ خب من گفتم دیگه، این توضیحی که دادم گفتم که شما خودتون اون چیزایی که اضافه است بخونید. فقط من در مورد تاب مثلثاتی اونجایی که لازم داریم راجبش صحبت کنم، ولی ما بقیشو فرض میکنیم که شما بلدید. آها بله من خواهش میکنم. آخه استاد ما مثلا دیگه حالا بیخیال بذار چیز نکنیم، بذار بعد از خوب حل کنیم. دیگه اصلا هیچ تصوری ازش نداریم. باشه باشه حالا. نه اون تیکه هاش نیست، من نوشتم چه مفاهیمیش توی اون فیلم کلاس هست که مثلا نمودار دکارتی و نمودار چیزایی. خواهش میکنم. خب اما در مورد ادامه درس بریم. دوستان ما جلسه قبل مفهوم حد و بهش اشاره کردیم، تعریف کردیم، در حقیقت گفتیم که منظور از این که حد یه تابه توی نقطه چی میشه در حقیقت اینه که اگه F باید توی نزدیکای اون نقطه تعریف شده باشه و وقتی که X به اندازه کافی با نزدیک کردن X به A بشه FX رو به مقدار دلخواه به ال که اون مقدار حد نزدیک کرد. و بعدش یه ذره راجبه حالا حد یه طرف اینا صحبت کردیم و آخر جلسه قبل اگر یادتون باشه یه سری راجبه قواعد محاسبه حد صحبت کردیم. در حقیقت چند تا قاعده ساده گفتیم، قواعد جمع و ضرب و تقسیم. تقسیم این شرط رو داشت که باید اون حاصل تقسیم تعریف شده می بود تا بشه چیز کردش، تا بشه اون قاعده حد برقرار باشه. و همچنین حالا توان و حفظ ترتیب و اینا رو راجعش صحبت کردیم. این حرفایی بود که توی جلسه قبل مطرح کردیم. امروز یه ذره میخوایم همین در مورد محاسبه حد و اینا صحبتمون رو ادامه بدیم. در حقیقت بهتر بود من محاسبه حد و حدهای نامتناهی بذارم اسمشو. خب اسم این جلسه همونو محاسبه حد و حدهای نامتناهی راجبش صحبت کنیم. ببینید یه قضیه دیگه ای که برای محاسبه حد به ما میتونه کمک کنه یه قضیه معروف به قضیه فشار یا بعضن قضیه ساندویچ هم ازش نقل میشه. در حقیقت من صدای تلفن رو ببندم. قضیه فشار یا ساندویچ چی میگه؟ یه فرض کنیم من سه تا تابع F و G و H داشته باشم که در نزدیکی نقطه A در یه بازه حول A هر سه تا اینا تعریف شدن به جز احتمالا خود A. خیلی مهم نیست که تو خود A تعریف شده باشه یا نه، طبقا معمول ما وقتی بحث حد برامون عرضه مهم نیست که تو A شرایط چجوریه. عرض به خدمت شما که و فرض کنید که این F توی این نزدیکای A F کمتر مساوی G باشه، کمتر مساوی H باشه. پس من یه رابطه ترتیب دارم بین F و G و H که F از G کمتر مساوی G هم از H کمتر مساویه. پس مثلا فرض کنید یه همچین قیافه ای داریم، مثلا فرض کنید این تاب زرد F، این تاب سفید H و این تاب سبز هم G و این نزدیکای A این سه تا تعریف شدن و F کمتر مساوی G کمتر مساوی H. و فرض کنید هم F توی A حد داشته باشه هم H توی A حد داشته باشه و حدشون با هم برابر باشه، یه مقداری با مشترک L باشه. مثلا حالا همین نقطه L که اینجا کشیدم، این فرض کنید حد H، حد F هم هست، اون وقت
من میتونم نشون بدم که جی هم نزدیک ها، یعنی حد جی در آ هم موجوده و برابر با اله. پس قضیه فشاری یا ساندویچی میگه اگه یه تابعی باشه بین دوتا تابع به قول معروف ساندویچ بشه یا تحت فشار قرار بگیره و این دوتا توی نقطه حد داشته باشن، اون که اون وسط هم در حقیقت مجبور میشه وقتی که به آ نزدیک میشه مقدارش به ال نزدیک بشه دیگه، چون این تابعی که از بالا داره نزدیک میشه داره به ال نزدیک میشه، این تابعی که از پایین داره نزدیک میشه هم به ال داره نزدیک میشه. وقتی این تابع جی دیگه نه از بالایی بالاتر میتونه بره نه از پایینی پایینتر، برای من به زور ساندویچ میشه لای این دوتا و مجبوره که به سمت مقدار ال میل کنه. اوکی، پس این در مورد قضیه فشار یا قضیه ساندویچ در حقیقت اینو خوبه که حال داشته باشیم و این در باز محاسبه بعضی از حتی به ما کمک میکنه. یکی از مفاهیمی که در مورد حدها مهمه و چالشه، ببینید من قبلا این موضوع رو خدمتتون عرض کردم که ما چیزی به اسم بی‌نهایت، عددی به اسم بی‌نهایت نداریم. وایسید حالا قبل از که برم جلوتن، محمد امین ثریا بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلام، ممنون، بفرمایید. میخواستم بپرسم شما میتونید از این قضیه ساندویچ یه مثال بزنید که ما متوجه بشیم کاربردش دقیقا چطوریه؟ آره چرا نمیشه، بذارید یه لحظه. بذار من یه صفحه اینجا اضافه کنم. مثال، راستش بذار الان، یعنی مثالی که خیلی سری به نظر میاد مثال ساده، یه مثال خوب به نظرم میاد منتا چون کیان نمیدونن در حد تعریف هم نمیدونن سینوس چیه، دستشون رو ببرم بالا، یعنی سینوس واقعا در حد تعریف هم نمیدونن چیه، دست ببرید بالا لطفا. اوکی، یک، دو. خب در حد دو سه نفر اشکال نداره، پس من این مثال رو میزنم، حالا در حد چیز ایرادی نداره. بزنید دو تا مثال میزنم. ببینید، بیاید تابع، به من جلسه قبل نشون دادم که لیمیته قدر مطلق x وقتی که x به سمت صفر بره این میشه صفر، اینو میدونیم ما قبلا نشون دادیم. خب لیمیت منفی قدر مطلق x هم مساوی صفر وقتی که x به سمت صفر بره، این به خاطر ضرب در ثابت، یه عدد ثابت، من منهای یک رو دارم تو تابع ضرب میکنم، حدش میشه منهای حد که خب میشه صفر. حالا نها کنید، بنابراین این چی داره میگه؟ این داره میگه که الان اگر که شما چه تابع قدر مطلق x وقتی x به سمت صفر میره، چه تابع منفی قدر مطلق x وقتی x به سمت صفر میره، حدش تو صفر میشه صفر. حالا هر تابعی که بین قدر مطلق x و منفی قدر مطلق x گیر بیفته براش این ماجرا برقراره. مثلا چی؟ ببینید تابع، مثلا یه تابع مسخره، تابع ثابت صفر، حالا این که ساده است، صفر همواره بزرگتر مساوی منفی قدر مطلق ایکسه، همواره کمتر مساوی قدر مطلق ایکس، برای حد صفر تو صفر صفره. خب این که خیلی مسخره بود، ولی یه مثال ساده دیگه، اینو در این حد از من بپذیرید، اینو بعدا ثابت میکنم انشالله، که سینوس x همواره کمتر مساوی از قدر مطلق x بزرگتر مساوی از منفی قدر مطلق x. خب برای من نتیجه لیمیت x به سمت صفر بره قدر، بخشید لیمیت x به سمت صفر بره سینوس x
این میشه صفر. اوکی چیزه، حالا بچه خیلی سخت نگیرید با هم کار نشد، من خواستم در چه حد اگه مثلا دو سه نفره حالا مسئله قابل حل بود دیگه، اگه که مثلا خب نصف کلاس نمیدونستن سخت بود. ببینید پس این چی، این مثال چی داره میگه؟ این مثال داره میگه که ببینید الان من میدونم سینوس x همیشه از قدر مطلق x کمتر مساویه، از منفی قدر مطلق x هم بزرگتر مساویه. بنابراین دوستان خواهشم این صحبت جانبی رو تموم کنید اگر ممکنه. خب اینو میشه ثابت کرد، این خیلی کار سختی نیستش. البته خود این که حد سینوس x هم تو 0 0 خیلی کار سختی نیستش ثابت کردنش، ولی چیزه، ولی در حقیقت ها خب خیلی پیشنهاد خوبی بود این پیشنهاد دوستان. من فعلا یه لحظه چت رو من فعلا غیر فعال میکنم، خیلی چند دقیقه تا این شلوغ پلوغ بازی ها تموم شه بعدا دوباره بازش میکنم. ببینید اگر که دقت بکنید اتفاقی که میفته اینه که من میدونم که سینوس x از قدر مطلق x کمتر مساوی از منفی قدر مطلق x هم بزرگتره، این دوتا هم جفتشو میدونم حدشون صفره، پس حد سینوس x هم وقتی که x به سمت صفر بره میشه صفر. خب این یه مثال ساده است. البته گفتم خود این که بخوام سینوس x هم ثابت کنم که حدش صفره خیلی کار سختی نیستش، یعنی میتونستم اینو جداگانه هم ثابت کنم، این خیلی چیز سختی نبودش، ولی حالا به عنوان یک کاربرد ساده از این مثال. من با اجازتون میکروفون شما رو ببندم. خب حالا ببینید یه چیزی که داشتم میگفتم این بود که ما در حقیقت چیزی عددی به اسم بی نهایت توی ریاضی نداریم، نه مثبت بی نهایت نه منفی بی نهایت عدد نیست. قبلا هم راجع به صحبت کرده بودیم که مثبت منفی بی نهایت عدد نیستش. حتی بذارید ببینم، آرتین صفایی هم یه سوال داره، آرمیتا تنزن. خب بفهمید، دوستان اگه سوال دارید بفهمید. الان صدای من خیلی بله بله بفهمید. واسه ببخشید توی اون قضیه ساندویچ که گفتید اگه ایکس و کابه بالا حدشون یکی باشه میتونیم بگیم که کابه پایین؟ نه 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 حتما یک کسی که هستش هم از بالا از هم از پایین باید کنترل شه. آها مرسی، خواهش میکنم. بفهمید آرمیتا تنزن. اگه میکروفونتون رو روشن کنید. خب مثل این که مشکل داره میکروفونشون باز نمیشه. خب بسیار حالا ادامه میدیم، پس بعدن اگه چیز شده سوالشون رو بپرسن. من میکروفونتون قطع میکنم، اگه بعدن میتونستید دوباره چون دستتون این پایین بعدن اگه شد دوباره سوالتون بپرسید. خب ببینید ولی میخوایم حالا یه چیزایی رو بونتا از این مثبت منفی بی نهایت به عنوان چیز استفاده کنیم، میتونیم به عنوان یک نمادگذاری کنیم که یه مفاهیمی رو برسونیم. ببین مثلا من فرض کنم رفتار تابع یک تقسیم بر x2 رو میخوام نزدیک صفر بررسی کنمش. این دوتا نموداری که من کشیدم جفتشون تابع یک تقسیم بر x2 نزدیک صفر. این نمودار سمت چپ اگر نگاه کنید، خب این مثلا حالا من تا نقطه چهارش رو کشیدم، این میادش مثلا تا مثلا نزدیکای اینجا چیزی که شما میبینید نزدیکای مثلا نیمه، که خب این هول و هوش مقدار مثلا پنجینا میشه، پنج پنج و نیمینا میشه. و اگه اینو باز دوباره یه ذره بیشتر زومش رو کم کنیم، یعنی بیشتر بتونیم نگاه کنیم، مثلا بیایم نزدیک مثلا چه میدونم دو سه دهم اینا دو دهم، این مثلا به هول و هوش مثلا 600 700 میرسه. ببخشید دوستان، خواهش میکنم دیگه تموم شد اون قصه، کسی راجبه ماجرا الان صحبت نکنه دیگه. این چت باید باز باشه که من بتونم اگه شما کار دارید سوالا رو جواب بدم. یعنی من مجبور میشم چت رو کامل ببندم که چیز نشه. آره حالا خصوصی هم صحبت نکنید راجع به این ماجرا دیگه، تموم کنید این بحث رو لطفا. اوکی
خب حالا دیگه خواهشن کسی اصلا هیچ کس الان دیگه راجب گذاشته هیچ صحبتی نکنید، از همه هیچ کی تو چت چیزی داری میشه مگر از راجب آینده درس نه. خب همون دیگه چت باید باز باشه که اگه صدا ضعیف اومد من بفهمم. بسیار عالی، عرض به خدمت شما این تا به یک تقسیم بر ایکس دو رو الان مثلا تا حدودش مثلا دو دهم و یه دهم ایناش کشیدیم، این هی به نظر میشه داره بزرگ و بزرگتر میشه. خب ببینید یه چیزی که ما لازم داریم اینه که به نظر میشه، میخوام یه جورایی این رفتار رو توضیح بدم که وقتی یه چیزی هی بزرگ و بزرگتر میشه با نزدیک شدن به یه نقطه چه معنایی میده. خب در حقیقت من میخوام به عنوان یک نمادگذاری، دقت کنین این یه نمادگذاریه که این نمادگذاری به من یه مفهومی رو داره میرسه، و این نمادگذاری اینه که میخوام بگم که آقا اگه که من اینجا نزدیک صفر میشم یک تقسیم بر x دو هی داره بزرگتر و بزرگتر میشه. یعنی الان اگه یک تقسیم بر x دو من بیام مثلا یه صدام بکنم یک تقسیم بر x دو میشه 10,000، بیام یک هزارم بکنم میشه 1,000,000، نه هی داره بزرگ و بزرگتر میشه و اینو میخوام یه جوری توصیف کنم. حدود نامتناهی جز چیزی هستش که برای ما کمک میکنه که این کار بکنیم. پس باز فرض کنیم من یه تابع F دارم که در نزدیکی A تعریف شده، باز طبق معمول تو خود A مهم نیست، وقتی من میگم نزدیکای A تعریف شده خیلی منظورم اینه که خود بذارید حالا بحث تاکید بنویسم، به جز احتمالاً در خود A. خب پس یه تابعی داریم که نزدیکای A تعریف شده و میخوام بگم که لیمیت x به سمت A برای fx میشه بی نهایت. یعنی چی؟ ببینید اگر که برای xهایی به اندازه کافی نزدیک A fx رو بتونم به دلخواه بزرگ کنم، در این شرایط میگم حد fx وقتی x به سمت A بره بی نهایته. یا برعکس اگر برای xهایی به اندازه کافی نزدیک A بتونم fx رو به دلخواه کوچیک کنم، خب به دلخواه کوچیک کنم، میگم لیمیت fx x به سمت A بره میشه منفی بی نهایت. عرض به خدمت شما که پس اگر که من این رفتار را در یه تابع ببینم وقتی که x به سمت صفر بره fx یا اگه خیلی بزرگ بشه میگم که لیمیت fx به سمت x به سمت A بره به سمت نهایت بره، و منطقه دقت این خیلی بزرگ شده باید به دلخواه بزرگ شه. مثلا تو همین مثال نگاه کنی، به یکی به من بگه آقا به دلخواه گفتی بزرگش میتونی بکنی دیگه، من میگم آره، بگو اینم از کی از 100 به بعد بزرگتر میشه. شما میگید اگه میخوای از 100 به بعد بزرگتر شه یک تقسیم بر x رو از مثلا 1/10 یا فاصله شو با 0 از 1/10 کمتر کن، یعنی یا بیشتر از منفی 1/10 و کمتر از خود 1/10. اگه کم بزرگتر از منفی 1/10 کمتر از 1/10 باشه یک تقسیم بر x رو بزرگتر از 100 میشه. یکی میاد بگه که نه خب حالا باشه آفرین تو تونستی بزرگتر از 100 کنی ولی میخوام بزرگتر از 10,000ش کنی، میگم اوکی پس فاصله تو با 0 کمتر از 1/100 کن، اگه فاصله کمتر از 1/100 بشه بزرگتر از 10,000 میشه. بگی بیشتر از 1,000,000,000ش کن، میگم مخلصتم 1,000,000,000 سخت شد 10,000,000,000. بگی اگه مثلا بیشتر از 10,000,000,000ش کن، میگم باشه اگه میخوای بیشتر از 10,000,000,000 بشه باید مثلا فاصله تو با 0 از کمتر از 1/100,000 بشه. پس بنابراین من اگر که چیزو به اندازه کافی نزدیک به صفر بکنم این به دلخواه بزرگ میشه. پس من این سوال دوستتون فقط یه لحظه جواب بدم، خب مشکلی نداره سینوس بین منهای یک و یک که منم گفتم حدش صفره، من نفهمیدم مسئله چیه. این همین دوستتون که فکر کنم نتونسته سوالو بپرسه چیز کردش، حالا بذارید بعدن چیز باشه، اگه شدش بعدن خانم تنزل من بعدن جلوتر فرصت سوال میدم، اگه مشکل میکروفونتون حل شد اونجا سوال کنید من جواب میدم. اوکی پس من اگه اینو به دلخواه نزدیک صفر کنم، اگه که با نزدیک کردن این x به صفر میتونم به دلخواه مقدار تابع رو بزرگش کنم. پس در حقیقت الان توی این مثال لیمیت fx وقتی x به سمت صفر بره میشه مثبت بی نهایت. باز دوباره دقت کنید که مثبت بی نهایت عدد نیست، من یه نمادگذاری برای این معنا به کارش میبرم این عدد گذاری رو که وقتی که fx و x رو به صفر نزدیکام fx به دلخواه بزرگ میشه. منتها یه مثال دیگه هم باز بذارید بزنم که دقت کنید توی این مثال چه اتفاقی میفته. به فرض کنید
فرض کنید که من میخوام لیمیت اف ایکس رو نگاه کنم، وقتی که ایکس به سمت صفر میره و اف ایکس تابع یک ایکسوم باشه، این نمودار تابع یک ایکسومه، این قسمت مثبتشه، این قسمت منفیه. دقت کنید که وقتی من ایکس رو به سمت صفر نزدیک میکنم، اگر از راست نزدیک کنم اف ایکس به سمت مثبت بی نهایت میره. خب یعنی من هرچی x رو به صفر از راست نزدیکتر کنم، f x بزرگتر و بزرگتر میشه. در حقیقت خیلی راحت میشه نشون داد که لیمیت x به سمت صفر مثبت میره یک x هم بی نهایت. دوباره به طور راحت هم میشه نشون داد که وقتی x به سمت صفر منفی میره، یعنی از چپ داره به صفر نزدیک میشه، یک x هم همیشه منفی بی نهایت. یعنی من وقتی که x از این ور داره نزدیک میشه، f x کوچیک و کوچیکتر میشه و سمت منفی بی نهایت میره. منتها به همین دلیل با توجه به این که وقتی به سمت صفر منفی میرم یه رفتار داره، به سمت صفر مثبت میرم یه رفتار دیگه، دوباره من وقتی که اگه قرار باشه لیمیت وجود داشته باشه، باید اتفاقی که میفته این باشه که لیمیت چپ و راست باید برابر باشه، ولی چون لیمیت حد چپ من منفی بی نهایته، حد راست من مثبت بی نهایته، بنابراین این حد یک ایکس وقتی که ایکس به سمت صفر بره موجود نیست. خب یعنی دقت کنید که این حد وجود نداره، به خاطر اینکه یکیش مثبت بی نهایت میشه، یکیش منفی بی نهایت. پس اینم یه مثال ساده دیگه برای دیدن رفتار در بی نهایت. دوستان ببخشید من چطو میبندم، غیر فعالش میکنم، میبندمش چطو. خیلی متاسفم که مجبور شدم چطو ببندم. خب برای خودتون بد. اما در مورد چیز، پس ببینید من تا الان یه تعریف دیگه داشتم که قبلا من میگفتم حد x به سمت a بره فقط میتونست عدد بشه، الان اجازه دادم که بگم حد x به سمت a بره مثبت یا منفی بی نهایت هم بشه. خب مثلا تو این مثال حالا میگم حد چپ و راستش متفاوت بود، راستش مثبت بی نهایته، چپش منفی بی نهایته و تو خود صفر هم حد وجود نداشت. خب حالا یه تابع دیگر در نظر بگیریم. فرض کنید که f x باشه x تقسیم بر رادیکال x2 به علاوه 1. میخوام ببینیم که این توی x خیلی کوچیک یا x خیلی بزرگ رفتارش چه شکلیه. و اگه x رو من بیام مثلا 0 بذارم، خب 0 بذارم مقدار این تابع میشه 0. این تابع یه تابع فرد دیگه، دقت کنید که خب یعنی f x و f منفی x منفی همن، به خاطر اینکه مخرج من که همواره یعنی تابع زوج، صورتم یه تابع فرد، بنابراین تقسیم یه تابع فرد به یه تابع زوج میشه یه تابع فرد. ببینید این تابع تو نقطه صفر که صفره، تو منفی یک نگاه کنید میشه منفی 7، تو منفی 10 نگاه کنید میشه منفی 99. و هرچی من x رو هی کوچیک و کوچیکترش که میکنم، یعنی هی سمت چپتر و سمت چپتر میرم، این f x هی به منفی 1 نزدیکتر و نزدیکتر میشه. از اون طرف x رو بزرگترش که میکنم، هی بزرگتر و بزرگترش که میکنم، f x هی بیشتر و بیشتر به مقدار یک نزدیک میشه. در حقیقت در چنین شرایطی من دوست دارم بگم حد f x وقتی x به سمت مثبت بی نهایت بره میشه یک. یعنی من وقتی که x رو همینجور هی بزرگ و بزرگتر کنم، f x نزدیک و نزدیکتر به یک میشه. و وقتی که f x رو هی کوچیک و کوچیکتر، x رو هی کوچیک و کوچیکتر کنم، f x هی به منفی یک نزدیکتر و نزدیکتر میشه. یعنی با کوچیک کردن x f x خیلی به منفی یک نزدیک میشه. پس در حقیقت همینطور که میبینید این نمودار آبی رنگ، من با بزرگتر کردن x این نمودار هی داره بیشتر و بیشتر به مقدار یک نزدیک میشه، و با کوچیک کردن x هی بیشتر و بیشتر داره به منهای یک نزدیک میشه. پس برای من میگم که لیمیت f x وقتی x به سمت بی نهایت بره یکه، لیمیتش وقتی x به سمت منفی بی نهایت هم بره منفی یکه. اوکی، این یه مثال در حقیقت ساده است که داره به من نشون میده که ببین من دوتا الان این با قبلیه متفاوت بود. توی این قبلیه من وقتی که x به سمت یه نقطه یه عدد میرفت،
fx به سمت مثبت یا منفی بی‌نهایت می‌رفت، الان x داره خیلی بزرگ یا خیلی کوچیک میشه، ولی f داره به یه عددی نزدیک میشه. در حقیقت باز تعریف این حد در بی نهایت هم به این صورت میشه که فرض کنید که f در x های بدلخواه بزرگ برای حد مثبت بی نهایت یا بدلخواه کوچیک برای حد منفی بی نهایت تعریف شده باشه. ما میگیم حد fx وقتی x به سمت بی نهایت بره میشه l، اگه برای x های به اندازه کافی بزرگ fx رو بشه به دلخواه به l نزدیک کرد. ببینید الان تو این مثال، مثلا الان یکی بیاد به من بگه که آقا من میخوام fx فاصلش از یک مثلا کمتر از یه دهم بشه، شما میگید باشه مثلا همینجوری چشمی اینو نگاه کنید روی جدول، حالا اینو میشه دقیقا ریاضی هم ثابت کرد، ولی حالا فعلا در حد همین چیزی که چشمی داریم میبینید، چشمی که روی جدول نگاه کنید x مثلا از فاصلش یعنی x از 10 بزرگتر باشه، اون وقت fx فاصلش با یک کمتر از حتی یه صدم میشه، یا اگه x بزرگتر از 100 باشه fx فاصلش از یک ده هزارم کمتر میشه، یا x اگه فاصلش یعنی x بزرگتر از 1000 بشه fx حتی مثلا فاصلش از 10 به توان منهای 6 فکر کنم کمتر میشه. یعنی من با بزرگتر و بزرگتر کردن x fx و یک فاصلشون هی داره کمتر و کمتر میشه، یا با هی کوچیکتر کوچیکتر کردن x فاصله fx و منفی 1 هی داره کمتر و کمتر میشه. بفرمایید رادمان علیزاده. بله بفرمایید. الان شعوری که توضیح میدید خب خیلی قابل فهمی که الان به بینایت به یک در نزدیک میشه، ولی الان اگه من بگم یک و یک دهم چجوری میخواید بگید؟ آه خب بسیار عالی، نه کاملا نکته ای که میگی درسته، من حالا اینو به طور ریاضی میتونم ثابت کنم. باز یه چیزایی مثل همون قواعد حدی که برای حدود نامتنایی گفتیم اینجا هم داریم با یه ملاحظاتی که اون وقت با استفاده از اونا اینو میتونیم ثابت کنیم، ولی حرفتون کاملا درسته، یعنی من علل اصول نمیتونم چیزا بعدن که ریاضیاتی تعریف میکنیم میگی. آره من حالا اینو براتون این یه مثالو بعد ثابت میکنم که دقیقاً حدش میشه یک یا منفی یک، ولی کاملا درست میگید، یعنی من الان فعلا فقط همین شهود نموداری شو اینجا هم عددار نوشتم میخوام داشته باشید، ولی بهتون میگم که چجوری اینو ثابت کنید. درست میگید. خب فرشاد باشتنی بفرمایید. من میکروفونم دوتا دوست بعدی هم باز میکنم که آماده شن یواش یواش تای باشتنی صحبت شو بکنم. سلام بفرمایید. سلام حسن باشید. استاد من با این مثال مشکل خاصی ندارم، تو دبیرستانم بودیم این چیزای، فقط اون بحث نمیدونم تابع زوج یا تابع فرد روی همدیگه باشن یا طریق رسم این نمودارش اینا رو اگه میشه توضیح بدید. آره طریق رسم نمودار رو من حالا کلا بعدن که مثلا راجع به مشتق اینا صحبت کردیم و اینا چه جوری میشه ازش استفاده کرد واسه رسم نمودار صحبت میکنیم، مونتا تابع زوج و فرد در همین حد، حالا اینا اگه دوست داشتید تو کلاسای پشتیبان هم میتونید راجع به صحبت کنید، و در همین حد من اگه تابع زوج تابعی که fx و f منفی x با هم برابره، تابع فرد تابعی که fx و f منفی x منفی همه، و اگه من دوتا تابع زوج رو تو هم ضرب کنم زوج میمونه، اگه دوتا تابع فردم تو هم ضرب کنم زوج میشه، اگه یه فرد و یه زوج رو تو هم ضرب کنم فرد میشه. خیلی ساده است، یعنی اثباتش هم بخوای بنویسین یه خط بیشتر نیستش، میتونی راحت نشون بدید، یعنی با استفاده از تعریف خیلی راحت ثابت میشه. بعد استاد یک سوال دیگه هم داشتم، این که مثلا ما x بی نهایت نزدیک میشیم بعد اون به یک نزدیک میشه، یک راه حل داشت برای این که بفهمیم از زیر به یک نزدیک میشه یا از بالا به یک نزدیک میشه، اگه اون رو توضیح بدین من میشه. آها حالا من نمیدونم اون راه حلی که شما در ذهنتون بود چی بود، ولی خب حالا چون ممکنه نه از بالا نزدیک شه نه از پایین نزدیک شه، این مثال حالا خب از پایین نزدیک میشه. ولی... همین دیگه ما فرق کنیم نمودار رو نداشته باشیم، فقط تابع رو بهمون بده. میدونم حالا، ولی فعلا بیخیال، حالا بذار من راجع به این مثال یه ذره بیشتر صحبت میکنم و توضیح میدم اثباتش اینا رو در حقیقت انشالله براتون می‌نویسم، ولی یه دقیقه صبر کنید، یعنی یه ذره صبر کنید راجع به این مثال من یه ذره بیشتر صحبت میکنم. آه مرسی، خیلی ممنون، خواهش میکنم. خب من دو تا سوال دیگه هم جواب میدم، مهدی دادگرپور و ریحانه نیکو. خسته نباشید استاد. سلام سلام. خسته نباشید استاد. تانجانت اینورس هم نمودارش همینطوریه؟ قیافش یه ذره، یعنی ظاهر قیافش شبیه اینه.
آها یعنی فقط یک و منفی یکش تغییر میکنه، درسته؟ نه یعنی خب با این تابه فرق داره ولی خیلی شبیه، یه ویژگیش مشابه خب. جدیده. نه منظورم اینه که چیز بی نهایت داره چی آره. میگن؟ آره حد بی نهایت داره. آره اینطوریه. آها ممنون. خواهش میکنم. خب. سلام استاد، خسته نباشید. ببخشید درباره تابه هم خواستم بپرسم که زوج و فرد تقسیم و ضربش همیشه یه چیزی میشه؟ ضرب و تقسیم آره دیگه. فرق میشه. آره دیگه. یعنی میگم دیگه ببین راه به همین دلیل که گفتم ببین مثلا بنویسید خیلی ساده است دیگه. چون با اون خاصیت منفی بودن و خود مقدار بودن بنویسید خیلی راحت در میاد که مثلا یه زوج ضرب در یه فرد همیشه فرده، یا زوج ضرب در زوج یا فرد ضرب در فرد همیشه زوجه. یعنی که مثل منفی مثبت میتونیم در نظر بگیریم؟ آره خیلی ساده است، یعنی اون کار ساده ای. میام اگه مسئله بیشتری راجع به مسئله داشتین تو کلاس های پشتیبان بپرسید. خواهش میکنم. بفهمید علی طباطبایی. سلام سلام بفهمید. درست سوال داشتن همین مثلا گفت بالا یا پایین نزدیک میشه، اینا نوشت داریش چه شکلی میشه؟ مثلا اگه بخوایم بگیم همین تو بی‌نهایت از پایین به یک نزدیک میشه، نه ببین اصلا چیزی من فعلا از پایین نزدیک میشه یا نه نداره. ببین من این چیزی که اینجا نوشتم یکه، هیچ وقت حد ما یه چیزی به اسم یک منفی و یک مثبت نیستا. اینا حالا واسه تست کنکور شاید خوب بود ولی ما حدی که داریم یک یا منفی یک، یک منفی یک مثبت اینا نیستش. این یک و حالا اینجا از پایین نزدیک میشه ولی حد یکه. بعد اون تاب فرد و زوج من نفهمیدم تعریفش چیه. گفتم دیگه در مورد تاب فرد و زوج اگه سوال هست دیگه آره ان شاء الله توی کلاس پشتیبان سوال کنید در موردش. خب پویا حادی‌زاده یه چیزی بدی من دیگه به شما وقت ندم، بریم جلوتر، حالا باز بعدا فرصت سوال میدم اگه سوالی بودش بپرسید. خب ببینید مثلا باز همون مثال 1x رو نگاه کنیم. این دفعه من به جای 1x رو قبلا حدش رو تو صفر نگاه کردیم، وجود نداره اگرچه حد صفر مثبت و صفر منفیش وجود داشت، ولی این دفعه تو بی‌نهایت و منفی بی‌نهایت می‌خوایم نگاه کنیم. چیزی که خیلی ساده میشه نشون داد اینه که حد یک ایکس اون وقتی ایکس به سمت بی‌نهایت بره صفر میشه. یعنی من اگه ایکس خیلی بزرگ بشه یک ایکس اون خیلی نزدیک به صفر میشه، یا اگه ایکس خیلی کوچیک بشه باز یک ایکس اون خیلی نزدیک به صفر میشه. برای ببینید چه حد بی‌نهایتش چه حد منفی بی‌نهایتش میشه صفر. برگردیم به همین مثالی که یه ذره زودتر زده بودیم، یعنی مثالی که راجع به سوکر همین تابع اف ایکس تصمیم رادیکال ایکس دو به علاوه یک. برای اینکه من اینو بیام بررسی کنم بیاین یه ذره سعی کنیم از قواعدی که برای حد داشتیم استفاده کنیم. ببینید من وقتی که در حد و توی مثبت یا منفی بی‌نهایت میخوام بررسی کنم از اون قواعد جمع، ضرب، تقسیم این چیزا میتونم استفاده کنم. یعنی مشابه اون چیزی که برای شرایط عادی داشتم، یعنی این چیزایی که داشتم برای حد، مثلا میگفتش که اگر حد یه تابه وقتی x به سمت a بره و g به سمت a بره این mol بشه، میتونم ضرب کنم، جمع کنم، تقسیم کنم. اینا برای حد نامتناهی هم وجود داره، یا حد نامتناهی هم. یعنی وقتی که x به سمت بی نهایت میره، خب یعنی حد در بی نهایت، ببخشید اشتباه گفتم، حد در بی نهایت. یعنی وقتی x به سمت بی نهایت بره اگه f حد داشته باشه و g به سمت بی نهایت بره هم حد داشته باشه، یعنی x به سمت بی نهایت بره g هم حد داشته باشه، اون وقت ضرب f و g حدشون میشه حد ضرب، تقسیمشون میشه تقسیمشون به شرط اینکه مخرج صفر نباشه و اینا، و حالا همون قصه توان و اینا. و خب برگردیم این مثال رو نگاه کنیم که ببینیم چه جوری داره رفتار میکنه. صفحه بعد من x تقسیم رادیکال x2 به علاوه 1 رو من میتونم یه x2 از این تو فاکتور بگیرم. خب اگه x2 فاکتور بگیرم اینو میتونم x تقسیم رادیکال x2 در رادیکال 1 به علاوه 1 تقسیم بر x2. خب پس اتفاقی که میفته اینه که من مخرج رو میتونم به این صورت بنویسم، رادیکال قدر رادیکال x2 که میدونیم قدر مطلق x میشه، بنابراین به جاش نوشتم قدر مطلق x، x هم که خودشه، این هم میشه رادیکال 1 به علاوه 1 تقسیم بر x2. حالا نگاه کنید ببینید x تقسیم بر قدر مطلق x که میشه علامت x، یعنی در هر نقطه‌ای به جز صفر x تقسیم بر قدر مطلق x میشه علامت x، یعنی تو عدد مثبت 1 رو عدد منفی هم منفی 1. خب این پس این x تقسیم بر قدر مطلق x رو نوشتم sin x، اینم که رادیکال 1 تقسیم بر رادیکال 1 علاوه 1 تقسیم بر x2. خب
ببینید یک ایکسوم وقتی که ایکس به سمت مثبت یا منفی بی‌نهایت بره، چه مثبت بی‌نهایت چه منفی بی‌نهایت، به سمت صفر میره. پس یک تقسیم بر ایکس دو هم تو این شرایط به خاطر قاعده توان من میشه به سمت صفر به توان دو میره که میشه به سمت صفر میره. خب یک به علاوه یک تقسیم بر ایکس دو به خاطر قاعده جمع، چون این به سمت صفر میره، این به سمت یک میل میکنه. دوباره رادیکال یک تقسیم بر ایکس دو، خب این به سمت یک میل میکرد، باز دوباره به خاطر قاعده توان به یک به توان یه دوم که میشه یک میل میکنه. ساین ایکس هم بسته به این که به مثبت بی‌نهایت یا منفی بی‌نهایت بریم، چون ساین ایکس رو عدد مثبت که ثابت یکه، رو عدد منفی هم که ثابت منفیه که، پس اگه ایکس به سمت مثبت بی‌نهایت بره به یک میل میکنه، اگه به سمت منفی بی‌نهایت بره به سمت منفی یک میل میکنه. پس مخرج من وقتی که ایکس به سمت بی‌نهایت بره به سمت یک میل میکنه، صورت من بسته به مثبت یا منفی بی‌نهایت به سمت مثبت یک یا منفی یک، برابر لیمیت x به سمت بی‌نهایت بره f x میشه 1، لیمیت x به سمت منفی بی‌نهایت بره f x میشه منفی 1. پس دقت کن که من اینجا این دیگه الان اثباتم دیگه کامل بود و فقط از این استفاده کردم که حد یک تقسیم بر x وقتی که x به سمت مثبت یا منفی بی‌نهایت میره میشه 0. ما بقی رو به کمک اون قواعد جمع و ضرب و تقسیم و نمیدونم این چیزا تونستم در بیارم و محاسبه کنم. بفرمایید محمد رضا صحابی، من دو سه تا اجازه ها میدم. بفرمایید صحابی، بفرمایید. راش خواستم این که اون مخرجی که گفتین داره به سمت یک میل میکنه، به خاطر اینه که مثلا ما میگیم که چون x داره به سمت بی‌نهایت میره، یک میشه صفر، به خاطر اون گفتیم که مخرج داره به یک میل میکنه. من یک تقسیم بر x رو حدشو گفتم میشه صفر، ما بقیشو از اون قواعد توان و اینا استفاده کردم. و این چون یک ایکسوم که به سمت صفر میره، یک ایکسوم به توان دو به خاطر قاعده توان دوباره باید به صفر میل کنه، باید به صفر به توان دو میل کنی که میشه صفر. بعد یک به علاوه یک تقسیم بر ایکس دو باید یک به یک به علاوه صفر میل کنه به خاطر قاعده جمع، خب که میشه به یک. رادیکال یک به علاوه یک تقسیم بر ایکس دو به خاطر قاعده توان دوباره باید به یک به توان یه دوم میل کنه که میشه باز یک. یعنی با ترکیب اون قواعد من اینو به دست آوردم. درسته. بعد یه سوالی باشید، اون مثالی که اول زدین یک بری ایکس دو که میگفتین توی صرف حد چی میخواییم حساب کنیم، خواسته نمه که این وقتی که الان از هم از صرف سمت راست نزدیک بشن چقدر داره جفت مثبت میگن میل میکنه دیگه، خواسته نمه که اینطوری در حالت کلی میگیم حدش وجود داره یا نه میگیم حد. ببین در حقیقت دو تا سواله، این یه ذره دو خیلی سوال دقیق بود. ببین بچه ها یه بار سوالشون من تکرار کنم چون سوال جالبیه و یه ذره این سوال ابهام داره جوابش. ببین این تابع یک تقسیم بر ایکس دو، خب ما نوشتیم که حد یک تقسیم بر ایکس دو وقتی که ایکس به سمت ننوشتیم ولی حالا می‌نویسیم، لیمیت ایکس به سمت صفر بره یک تقسیم بر ایکس دو مساوی بی‌نهایت. خب ببینید به معنای کلاسیک، خب حد یک من یه لحظه صدای شما ببندم این صحابی چون داره اکو میشه. ببینید به معنای کلاسیک حد این وجود نداره. خب یعنی در حقیقت اگه به شما بگن که این حد وجود داره یا نه، در حقیقت باید بگیم که این، حالا کلمه تخصصیش اینه که این تا چیز واگراست و حد وجود نداره چون به سمت بی‌نهایت میل میکنه. خب دقیق اگه یک ملا لغتی بازی بخواد دراره، این حد وجود نداره چون به سمت بی‌نهایت میل میکنه، یعنی نمیگیم این حد وجود داره. ولی علل اصول اگر گفتن به شما، مخصوصا سوال امتحانی اومد که اگه سوال امتحانی اومد که این حد رو حساب کنید، شما این حد رو بنویسید بی‌نهایت، یعنی اگه این حد رو حساب کنید بنویسید بی‌نهایت، هیچ کی نمیگه چرا غلط جواب دادی. خب یعنی اگر نویسی بی‌نهایت جوابتون کاملا درسته، ولی اگه یک کسی گفتش که این تو صفر حد داره یا نه، در حقیقت این حد نداره. خب ولی میگم یه ذره ابهام داره. ولی اگه شما بگید حدش بی‌نهایته، یعنی یکی گفت آقا حد این تو صفر چنده، شما بگید بی‌نهایته، این جواب کاملا درسته. اوکی حل جناب صحابی؟ نکنه مرسی بست. خواهش میکنم. خب بفرمایید
بر تا بیا چی؟ آره صداتون میاد بخواهم. ببخشید توی این مثالی که الان حل کردید x به روی رادیکال x به توان 2 به علاوه 1، بله، ما اینو توی دبیرستان از یه قاعده به اسم قاعده پرتوان حل می‌کردیم. من راستش نمیدونم قاعده پرتوان اینا چی بودش. من چیزایی که اینجا درس دادم میتونید استفاده کنید. ما میگفتیم توی صورت نه من نمیدونم اصلا جواب نمیدم. یعنی نگید دبیرستان. با این چیزی که ما گفتیم اگه شد حل کنید، اگر نه ممکنه نمره کامل صفر بشه. مرسی. خواهش میکنم. علی یاوری بفرمایید. سلام. بله. ببخشید شما گفتید که اگه حد در بی‌نهایت ما داشته باشیم میتونیم از اون خواص استفاده کنیم. بله. یعنی از اون جمع ضرب اینا میتونیم. جمع ضرب قضیه ساندویچ از همه اونا میتونیم استفاده کنیم. اگه حالا x به سمت یه عدد برم حد بی نهایت بشه. آها آره، اگه حد بی نهایت بشه یه ذره شره. بذار یه ذره جلوتر راجع به این صحبت میکنم. نکته درسته. ببینید یعنی وقتی که حدتون توی نقطه بی نهایته اون یه ذره شره. اگه با دقت استفاده کنید میشه، ولی خیلی دقت میطلبه. به خاطر همین فعلا رو اون صحبت نکنید. علی طباطبایی. آره چون یه ذره ممکنه ابهام داشته باشه. دقیقاً. استاد ببخشید تو همین نمیدونم خب، اون دو تا دوست قبلی ورتا بلاش و علیه یا ولی لطفاً دستتون رو ببرید تا اینکه چیز بگو علی کامل. تو همین سوال وقتی برداشتیم مثلا ایکس رو تبدیلش کردیم به اون شکل حالت دوم، این دو تا تا بگردم اون برابر نیست چون مثلا از صفر نه خب تو این آره درسته. نه خب من حدش رو تو بی‌نهایت میخوام دیگه. وقتی حد رو تو بی‌نهایت میخوام، اگه این رابطه خیلی تذکر به جایی بود، بذار من اینو بنویسم. اگه x نامساوی صفر باشه، خب به وقتی من حد رو تو بی نهایت میخوام از یه جایی بزرگتر برام مهمه، یا حد رو تو منفی بی نهایت میخوام از یه جایی کوچیکتر مهمه. یعنی اگه این قاعده مثلا از 100 میلیارد به بعدم برقرار بود کافی بود، حالا که فقط تو صفر برابر نیست. یعنی این دو تا رو برابر نیست، اما این شرط رو میکنیم که آره، یعنی آره منظورم اینه که آره تو x نامساوی صفر این برقراره دیگه، و x نامساوی صفر کافیه برای اینکه من بتونم حد تو مثبت منفی بی‌نهایت رو بررسی کنم. ممنون از نکته‌تون. خب سهیل احمدی هم بگو و چرمنده من دیگه باز برم یه ذره جلوتر بعدن سوال جواب بدم. سهیل احمدی آخرین سواله ایتی که بگو. ما باز نکردم میکروفون. استاد راجع به حد در بی‌نهایت توابع متناوب میتونیم نظر بدیم یا نه زوده؟ الان یه ذره زوده، حالا بذار جلوتر صحبت میکنیم. مرسی ممنون. خواهش میکنم. خب پس ببینید یه چیز دیگه من بگم و بعدش دیگه جمع کنم. در حقیقت من همینجوری که حد توی نقطه میشد بی‌نهایت بشه، یا حد در بی‌نهایت میتونست یه عدد بشه، من میتونم این کیس رو داشته باشم که حد در بی‌نهایت بشه. پس مثلا فرض کنید f توی برای نقاط به دلخواه بزرگ تعریف شده باشه و من میگم لیمیت x به سمت بی‌نهایت بره fx میشه بی‌نهایت، اگر برای x به اندازه کافی بزرگ fx رو بشه به دلخواه بزرگ کرد. من همینجور که fx رو بزرگ کنم fx هم به دلخواه بزرگ کرد. و خب من میتونم یه ترکیب چارتایی داشته باشم، یعنی میتونه حد x برای x به دلخواه بزرگ x حد fx بشه منفی بی نهایت، یعنی لیمیت fx وقتی که x به سمت بی نهایت بره بشه منفی بی نهایت، و این معنیش اینه که برای x به اندازه کافی بزرگ fx رو بشه به دلخواه کوچیک کرد، یا حد x به سمت منفی بی نهایت بشه بی نهایت، این معنیش اینه که برای x به اندازه کافی کوچیک بشه fx رو به دلخواه بزرگ کرد. یعنی من در حقیقت میتونم از اینم صحبت کنم که وقتی که حد fx وقتی x به سمت مثبت بی نهایت بره بشه مثلا مثبت بی‌نهایت، یا بشه منفی بی‌نهایت، یا وقتی x به سمت منفی بی‌نهایت بره fx بشه حدش مثبت بی‌نهایت. بذار خب فاطمه یارفور بارفروش ببست بفرمایید. فاطمه بارفروش بفهم، من صدای شما رو ندارم. متاسفانه صداتون نیومد. ببین بچه چیزه، بچه ها چت رو باز میکنم دوباره. لطفاً چیزه دیگه بذارید که سوالای ریزو بچه ها بپرسن که چیز نشه. من پیام های قبلی رو پاکش کنم.
لطفاً چیز آنچات غیر فعاله بذارید من فعالش کنم. اگه چیز بودش پیام بذارید، من اون وقت اونجا پیام با یک کوچیکو جواب میدم. پس من میتونم که چیز داشته، مثلا لیمیت x به سمت بی نهایت بره x2 میشه بی نهایت، x به سمت منفی بی نهایت بره x2، ببینید لیمیت x به سمت بی نهایت بره x2 این میشه بی نهایت و این مساویه با لیمیت x به سمت منفی بی نهایت بره x2، این چه جفت این دوتا حتا میشه بی نهایت. این خیلی ساده است، میشه نشون داد که اگه x رو من بزرگ کنم میتونم x2 رو به دلخواه بزرگ کنم، یا x رو خیلی کوچیک کنم باز دوباره x2 میتونم به دلخواه بزرگ کنم. یه مثال دیگه بیایم بزنیم، یه ذره مثال چیز بیایم. من این مثال چند جمله‌ای رو داشتم که خب تابع پی x در نظر بگیم، من پی x یه چند جمله‌ای بود میشد به صورت an x n بله و an منهای 1 x n منهای 1 بله و a 1 x تا بله و a 0 میتونم بنویسم. عرض به خدمت شما که آها یکی دو تا سوال بچه نشن. ببینید چیزه یک ایکس هم نه تو صفر واگراست، همگرا نیستش، میگیم واگراست به خاطر که حد ندار. فقط وقتی میگیم اصلا اولا کلن واگرا بود، حتی اگه حدش یعنی یک تقسیم بر ایکس دو هم تو صفر واگراست. خب ولی حالا یک ایکس هم که اصلا حد هم نداره تو صفر، چون حد مثبت و منفیش متفاوته. شیرودی توضیح میده تو تعریف حد منظور از به دلخواه چیه؟ گفتم ببین به دلخواه همیشه اینه دیگه. ببین مثلا یه کسی میگه که مثلا فرض کنید که من میخوام بگم که حد اف ایکس میشه حد ایکس دو میشه بی نهایت و میخوام بگم که چی؟ نه لازم سب کنید. ببین این که حد ایکس دو وقتی ایکس به سمت بی نهایت میره میشه بی نهایت، یعنی یکی به من میگه که اگه تو میخوای ثابت کنی حد x2 میشه بی نهایت وقتی x به سمت بی نهایت میره، باید از یه x بزرگتری خب چیز بشه، تابع x2 از 10000 بزرگتر بشه. میگم خب باشه، میخوای x2 از 10000 بزرگتر بشه، x تو بزرگتر از 100 بگیر. خب به دلخواه، یعنی شما میگید که من دوست دارم چقدر بزرگ بشه، شما میگید مثلا بیشتر از 10000، من میگم خب اگه میخوای بیشتر از 10000 بشه x2، x تو بزرگتر از 100 بگیر. میگید x2 میخوام از 1 میلیون بزرگتر بشه، من میگم خب باشه پس x تو از 1000 بزرگتر بگیر. به دلخواه به این معناست شما میگید از چقدر بزرگتر باشه، من میگم از کی به بعد از اون قدر بزرگتره. شما میگید از 10000 بزرگتر باشه، این دلخواه، من میگم خب باشه از 100 بگیر. شما میگید از 1 میلیون بزرگتر باشه، این دلخواه شماست، من میگم باش از 1000 به بعد بگیر. این در حقیقت کلمه ای که وجود داره، یعنی این دلخواه منظورم اینه. در مورد همگرا و واگرا بذارید من کاش اشتباه کردم، یعنی باید یه دونه اسلاید سالم برای ماجرا میذاشتم، بذارید یه دونه صفحه اینجا اضافه کنم، من اینو بنویسم اینجا تعریف اگر لیمیت x به سمت a بره f x بشه یه مقداری مثل l که l یه عدد توی r، خب برای a متعلق به منفی بی نهایت و مثبت بی نهایت. یادتونه گفتم که ما در 99% موارد این بازه ها رو باز میذاریم وقتی منفی بی نهایت و مثبت بی نهایت باشه، این جز اون 1%یه که من ممکنه از بازه بسته استفاده. وقتی بازه بسته استفاده میکنم دقت کنید که این فقط و فقط نمادگذاریه، ما همونطور که گفتیم عدد منفی بی نهایت و مثبت بی نهایت نداریم، منتها یه نمادگذاریه که من جداگانه ننویسم که آ میتونه یه عدد باشه یا میتونه منفی بی نهایت باشه یا میتونه مثبت بی نهایت باشه، چون ما الان حد تو منفی بی نهایت هم بلدیم، حد تو مثبت بی نهایت هم بلدیم. من برای این که بگم که چه حد به سمت منفی بی نهایت، چه حد به سمت مثبت بی نهایت، چه حد مثلا نمیدونم توی نقطه حقیقی، همه اینا با هم می‌نویسم بازه بسته منفی بی نهایت مثبت بی نهایت. دقت کنید به عنوان عدد ازش استفاده نمی‌کنم، اما اون حد در منفی بی نهایت مثبت بی نهایت من یه معنی خاصی بهش داده بودم.
اگه چنین شرطی باشه و L اون وقت یه عدد باشه ها، دقت کنید که R یعنی منفی بی نهایت و مثبت بی نهایت اینطوری. خب در چنین شرایطی میگیم F در X همگراست، در غیر این صورت بزن تأکید کنم، اگر حد موجود نباشد یا مثبت یا منفی بی نهایت باشد میگوییم F در X نه در A، F در A واگراست. خب پس بریم، ما یه مفهومی به اسم همگرایی و واگرایی داریم و همگرایی و واگرایی از اینجا میاد که اگه حد توی نقطه یه عدد بشه خب میگیم همگراست، اگه عدد یا حد نامتناهی بشه یا اصلا وجود نداشته باشه میگیم که واگراست. اوکی پس این تعریف همگرایی و واگرایی برای اینکه سوء تفاهم پیش نیادش. خیلی وقتا ممکن اینو در حقیقت آر رو داخل یعنی تو آر بگیرن، یعنی معمولا از همگرایی صحبت کنیم تو آر، بعد تو منفی میاد مثبت بی نهایت هم میتونیم این کار بکنیم. پس دقت کنیم میگم این فقط یک نمادگذاریه، این یعنی نماد برای آر اجتماع مثبت منفی میاد، یعنی دوست داشتید اینجا به جای آ میتونید مثبت منفی بی نهایت هم بذارید، منظورمون اینه. اوکی خب استاد اینه الان آ با آر فرق میکنه، آیه یه عضوه، آیه چیزی توی آره، یعنی یا یه عدده یا مثبت یا منفی می نهایت آره، آر که نیستش در حقیقت، این بیش از آره. خب محمد آمهدی بفهمید. سلام استاد، صدا میاد؟ بفهمید. ببخشید میشه واسه صفحه قبل یه مثال بزنید؟ گفتم دیگه تابع ایکس دو. نه آخه من از کلاس بیرون انداخته شدم، نمیدونم چطور. خب باش تابع ایکس دو. به تابع ایکس دو وقتی ایکس به سمت بی نهایت میره میشه بی نهایت. اگه این مواقعی که از کلاس بیرون میفتید برگردید، خواهشاً نخواهید که من برگردم، من فیلمو میذارم بعدن اگه شدش تو فیلم ببینید، به خاطر اینکه خب این اتفاق متاسفانه زیاد میفته، تفسیر شما هم نیستش، ولی اگه میشه بعدن توی فیلم ببینید. درست. دستتون در نکنه. تابع یک تقسیم بر x2 سوال خوبی بود، یعنی الان یک تقسیم بر x2 در مثبت منفی بی نهایت همگراست. به عنوان مثال تابع یک تقسیم x2 در مثبت منفی بی نهایت همگراست. خب علی طباطبایی تو چون قبلا سوال پرسیدی، بذار من برم جلوتر، بعدن اگه باز چیز بودش سوال کنی، سوالتو پرس. خب یه مثال دیگه که می‌خواستم بزنم، بیاید یه چند جمله رو نگاه کنید، چند جمله مثل an x n به علاوه an منهای x n منهای 1 به علاوه 1 x تا a 0 که n یه عدد مثبته، دقت کنید، و an هم ناصفره. این مثبت بودن n خیلی مهمه ها. به من چند جمله ایمو میتونم اینطوری که بنویسم، از xn شای فاکتور بگیرم میشه xn ضرب در an به علاوه an منهای 1 xn به علاوه یه چیز تا a 0 تقسیم xn. خب ببینید 1 xn من میدونستم به سمت 0 میره وقتی که x به سمت بی نهایت بره، خب و بنابراین an منهای 1 تقسیم بر x به 0 میل میکنه. باز دوباره به خاطر قاعده ضرب و مضرب و توان اینا میتونم نشون بدم آ صفر تقسیم بر ایکس ان هم به سمت صفر میره وقتی ایکس به سمت مثبت یا منفی بی نهایت میره. بنابراین این عبارتی که تو پرانتزه اگه ایکس به سمت بی نهایت بره به آ ان میل میکنه. خب حالا دقت کنید، این از اون جایی که چیزه، این چی داره میگه؟ این داره میگه که توی اگه شما میخواین رفتار پی ایکس رو ببینید در بی نهایت، اصل ماجرا
این جمله آن ضرب در x به توان n، یعنی مهمترین تیکه ماجرا آن ضرب در x به توان n. دقت کنید این الان، این از اون چیزایی که تو حد نامتناهی باید حواستون باشه، این الان نتیجهش این نیستش که پی x داره به آن ضرب در x به توان n میل میکنه. نمیتونم من بگم بس به خاطر قاعده ضرب این ضرب در این داره به آن ضرب در x به توان n میل میکنه. در حقیقت چرا نمیتونم بگم؟ چون دقت کنید x به توان n عدد نیست. من زمانی میتونستم بگم به خاطر قاعده ضرب به ضرب حدا میل میکنه که این دوتا چیزی که اینجا داشتم جفتش عدد میبود. این تیکه اوکیه، این به آن میل میکنه، منتها نکته اینه که x به توان n خودش یه تابه است، خب، و من نمیتونم بگم برای من به این تابع داره میل میکنه. پس اینو دقت کنید، من هیچ وقت نمیگم پی ایکس وقتی ایکس به سمت بی‌نهایت میره به آن ضرب در ایکس به توان ان میل میکنه، این اشتباهو نکنید. ولی چیزی که دارم میبینم اینه که تو این ماجرا این تیکه که داره به آن میل میکنه برای نقش اصلی و ایکس به توان ان ضرب در آن میل میکنه، بازی میکنه، خب، و نتیجه اینه که دقت کنید که من بی نهایت ضرب در صفر برام یه عدد مبهمه. خب این الان میگم که جلوتر چرا دارم میگم، ولی فعلا حالا بزنیم که اولین رو جمع بندیشون کنم. پس الان اصل ماجرا تو حد پی ایکس وقتی ایکس به سمت بی نهایت بره آن ایکس اینه، خب این اصل ماجراست. حالا چی میشه اگر که ایکس به سمت بی نهایت بره و آن مثبت باشه؟ حد این میشه مثبت بی نهایت. اگه x به سمت بی نهایت بره و آن منفی باشه، این میشه به سمت منفی بی نهایت. اگه x به سمت منفی بی نهایت بره و آن مثبت باشه، این به چی میل میکنه؟ سوالمو بگم دوباره، x لیمیت x به سمت منفی بی نهایت بره یه پی x در حالت آن مثبت چی میشه؟ بسته به زوجیت n رب داره، چون اگه n زوج باشه x به توان n مثبت میشه، خب همینطور که دوستانتون گفتن، اگه x زوج باشه n زوج باشه، n که زوج باشه x به توان n مثبت میشه، حد میشه مثبت بی نهایت. اگه n فرد باشه x به توان n حدش میشه منفی بی نهایت، برای حد این هم میشه منفی بی نهایت. پس در حقیقت برای منفی بی نهایتش باید دقت کنید به این که به زوجیت n ربط داره، فقط علامت آن نیست که تأثیر گذاره. ولی جنبندی ماجرا اینه که حد این که پی ایکس مثبت بی نهایت میشه یا منفی بی نهایت ربط داره به این قسمت که این آن ایکس n در حقیقت علامتش مثبت یا منفی. خب منتها من یه سر کوچولو بگم، ببینید در حقیقت چیزی که من دارم استفاده میکنم اینه که من حد x به توان n، مثلا فرض کنید x به توان n دارم x به سمت بی نهایت میره، حد x به توان n وقتی x به سمت بی نهایت بره خب میشه بی نهایت، حد این تیکم که خب میشه an. حالا بی نهایت و an و سوال این که من میتونم تو هم ضرب بکنم یا نه، اینجا یه ذره احتیاط میطلبه. احتیاطی که میطلبه اینجا جواب مثبته و در حقیقت چون من فرض کردم آن ناصفره و من یه عدد ناصفر ضرب در بی نهایت رو دارم میگیرم، عدد ناصفر ضرب در بی نهایت بسته به علامتش میشه مثبت بی نهایت یا منفی بی نهایت. یعنی حد این اگه آن مثبت باشه و خب اینم بشه، اینم که مثلا به سمت بی نهایت رفت میشه مثبت بی نهایت، آن منفی باشه میشه منفی بی نهایت. دقت کنید که من بی نهایت ضرب در صفر یه چیز مبهمه. مثلا این تابع x به توان n تقسیم x به توان m رو بگیرید، این حدش وقتی x به سمت بی نهایت بره، حالا به همین صورت برسید، xnش به سمت مثبت بی نهایت میره، یک تقسیم بر xmش به سمت صفر میره. خب اگه n بزرگتر از m باشه، خب این در حقیقت میشه x به توان عدد مثبت، برای این حد بس میشه بی نهایت. اگه n کوچیکتر از m باشه این میشه صفر، چون میشه x به توان عدد منفی. اگر که n مساوی m باشه این حدش میشه یک، به خاطر اینکه خب xn تقسیم بر xn میشه یک. برای من بی نهایت ضرب در صفر همینطوری نمیتونم بگم، خب بی نهایت ضرب در صفر میشه فلان. خب این یک دقت خیلی شدید و غلیظ میطلبه وقتی که من دارم باش سر کله میزنم. چی یه بار دیگه نکته رو توضیح بدین لطفا. الان نقش اصلی و نکته در تضاد نیستن؟ نه، نقش اصلی و نکته در تضاد نیستن.
این نقش اصلی داره میگه اگه حد اینو تو بی‌نهایت میخوای ببینی، حد اینو باید نگاه کنی. این حد این چیزیه که داره حد تو بی‌نهایت رو تعریف میکنه. خب ولی این معنیش این نیست که حد پی ایکس وقتی ایکس به سمت بی‌نهایت بره اینه. این دوتا جمله متفاوته. در حقیقت اتفاقی که میفته همینه دیگه. در حقیقت نها کنید الان پی ایکس منهای آن ایکس ان یه چند جمله یه خودش درجه ان منهای یک میتونه باشه اگه آن منهای یک ناصفر باشه. خب برای من به شدت یعنی یه چیز خیلی گنده خودش میتونه باشه به یک معنی. حالا این نقش اصلی و معنی زر جلوتر میگم یعنی چی انشالله. حالا فعلا ولی فعلا این تیکه‌ایه که من باید راجبش تعیین علامت بکنم. اصل ماجرا ایشونه. خب دو تا سوال داریم. مانی محمودی بفرمایید. صدای من میاد؟ بله بله بفرمایید. استاد سوالی که داشتم راجع به اون قضیه همگرا و واگرا بود. توی اون آ رو نوشتید بعد اجتماعشو زدید با مثبت منفی بی‌نهایت. خب آره اون یه نماد گذاری چی؟ میگم آر مگه تو خودش مثبت منفی بی‌نهایت نداره؟ مثبت منفی بی‌نهایت عدد نیست. آر فقط عدد داره. آرم بگه بازه بی‌نهایت محسوبش نمی‌کنه مثلا عدد طبیعی. نه بازه نامتناهی هست آر. ولی مثبت ببین آر فقط عدد داره، مثبت منفی بی‌نهایت هم عدد نیست. به خاطر این من هیچ وقت نمیگم یعنی همچین نمادی ما هیچ وقت نداریم. یه جمله غلط. چی تو همه مایه رو نمیشه اصلا نه حالا بیخیادی حالا این تو نماد گذاری کار نمی کنیم. حالا چی کار میشه کرد چی کار نمیشه کرد هیچ که این کار نمی کن. خب کیوان جمالی بگو. علی محسنه میکروفون شو باز میکنم که بعدی سری سوالی شو بگیم. کیوان جمالی بفرمایید. صدا هست دوستان؟ بله بله. ببینید تو صفحه بعدی که همون نقش اصلی و نقطه بود، ببینید اینجا من متوجه نمیشم که الان ما میگیم پی ایکس اینجا حدش در بی نهایت برابره با آن ایکس به توان ان دیگه. نه 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 اینها نوشتم دیگه آقا، نوشتم که حدش این نیست. خب پس چجور حسابش یعنی میخوام یه وقتی میخوام حسابش کنیم حد اون بالایی رو باید بگیریم. خب آره حد این بالایی خب آره حدش با حد اون برابره ولی خودش خب با اون برابر نیستش. یعنی به این آخه چون x به سمت بی نهایت میره پس خب. یعنی چون پی ما اینجا پی x گفتیم زمانی که x به سمت بی نهایت بره مساویه با آن به توان نه 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 نه, 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 نه. حتی اونم نیست. ببین نکته ای که وجود داره چرا حدش برابر نیست. ببین نکته اینی که پی x ضرب یه چیزیه که داره به سمت بی نهایت میره و یه چیزی بله. که مثلا اینجا داره به سمت صفر میره. به خاطر من این دوتا رو نمیتونم از هم جدا کنم و اینه که باعث میشه که حد پی ایکس وقتی به ایکس به سمت بی‌نهایت میره آن ایکس ان نباشه. منتها کل این چیزی که نوشتم خود پی ایکس میخواین رفتارش تو بی‌نهایت ببینید چی میشه مثل رفتار آن ضرب در ایکس به توان ان میشه. گرفتی؟ یعنی آن ایکس به توان ان این مهمترین قسمت ماجراست، بقیه در برابر این قابل صرف نظرن. خب به خاطر همین حد پی ایکس وقتی ایکس به سمت بی نهایت بره میشه بی نهایت. ولی این نمیشه به خاطر این که الان با همیشه با آن ایکس ان به اندازه یه چند جمله ای درجه ان منهای یک فاصله داره. بله بله. علی محسنی بگو. سلام. بله بله بفرمین. اسلاید قبل میگنی بفرمین. این که گفتیم که اگه که حد موجود نباشه یا به سمت مثبت منفی بی نهایت بره واگراست، ولی تو مثاله نوشین همگرا. نه 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 اینجا خب حد بی نهایت نیست، یک تقسیم بر ایکس دو حدش میشه صفر. خب اگه من در به سمت صفر به سمت صفر بره خب نه من به سمت واگرا خب آره تو صفرش واگراست. بله اوکی مرسی. آره من تو مثبت منفی بی نهایت نوشتم همگراست. خب مهدی دادگرپور بگو. استاد خسته نباشید. استاد بالاخره نگفتین دل مساوی گذاشتن برای حد چیه؟ گفتین توضیح میدین نگفتین. من گفتم دلیلش توضیح میدم، نمادگذاریه دیگه. نه گفتین نه مفاد این که مساوی میذاریم کلن برای حد دا این همیشه میگفتین این دقیق ترشو بعدم میگم تو جلسه قبلی.
نمیدونم اگه همچین چیزی گفتم اشتباه گفتم. نه این یه نمادگذاریه، میگیم این لیمیت مساوی ال، یه دو تا هم نمادگذاری داشتیم دیگه، جفتش هم براتون نوشتم. حالا تو اسلاید جلسه قبل بود تاکیدم کردین اگر بیاریم. نه ولی تأکیدی که کردم فکر کنم تأکید تفاوت دو تا نمادگذاری بوده اینها. من همیشه لیمیت فلان رو می‌نویسم ال، برای مسائل میگم، برای مسائلی که زدین اگر بیانیم مسائلی که زدین. من کجا گفتم؟ من حالا اگه گفتم اشتباه گفتم، حالا دارم میگم دیگه، الان مالیات که نداره. ببین ما همیشه می‌نویسیم لیمیت مساوی ال یا اینجوری نمایشش میدیم، این یه نمادگذاری صرفاً. نمیدونم چرا گفته همچنان. نه منظورم نمادگذاریه نیست، گفتین این که دقیقا مساوی خودش میشه. آها. این دقیقا مساوی خود ال میشه. نه. گفتین این یه دلیلی داره. نه نه حالا میگم من شاید دیگه بعد دارم میفهم، بی خیال شو بذار بعدن چیز میکنی، ولی الان ما همیشه اینو مساوی میذاریم. شاید منظورت اینه که مثلا گفتم که x دقیقاً یعنی برابر خود a نمیشه، هی بهش نزدیک و نزدیکتر میشه، ولی هیچ وقت من نگفتم مساوی هر چیز بکنه. حالا اگه هم گفتم اشتباه گفتم، الان دارم میگم دیگه. آها من خواهش میکنم. خب چون اون دو نفر دیگه علی محدث فقط سوالش بپرسه، اون دو نفر دیگه قبلا سوال پرسیدن، علی محدث سوالشو بپرسه بعدن چیز میکنیم. بفرمایید استاد صدای من میاد؟ بله بله استاد. اون اسلایدی که توش نقش اصلی بود میشه یه بار دیگه بیارید؟ بله بله الان میارم. بفرمایید استاد. من متوجه نشدم، شما الان میگین حد این نکته با اون پی ایکس برابر نیست حدشون؟ آره نیست دیگه. به خاطر اینکه این پی ایکس منهای آن ایکس، اینو نگاه کن، این چیه؟ این میشه آ ان منهای یک ایکس به توان ان منهای یک به علاوه چیز. اینا دوتا تابن که اگه آ باش آ ان منهای یک، این دوتا تابن که اگر که آ ان منهای یک ناصفر باشه به اندازه بی نهایت از هم فاصله میگیرن و دلیلش هم مشابه با هم یکی نیستن، ولی خب حدشون یکیه. نه حد این تابه و حد این با هم برابره، ولی حد این نمیگیم این تابع است، این دوتا چیز متفاوته ها. باطی نکن. یعنی ببین بذار من اینو چیز کنم، اد پیج افترش کنم. خب ببین لیمیت ایکس به سمت بی نهایت بده یه پی ایکس مساویه با لیمیت x به سمت بی نهایت بره an x به توان n مساوی بی نهایت. این درسته، این آه. چیزیه که برقرار نیست. اوکی این درست نیست. آها یعنی حد این این نیستش، این چون اصلا خودش یه تابه است، ما حد رو یه عدد می نویسیم. یه چیزی که میگم ممکنه یه ذره سوء تفاهم پیش بیاد، بچه‌ها بگن خب این داره به an میل میکنه پس این داره به an زد در x به توان n میل میکنه، ما همچین چیزی نداریم. حاصل نهاییشون پس برابره. آره آره حاصل حدشون همین دیگه، این نقش اصلی رو برای همین نوشتم دیگه، یعنی چون این به بی‌نهایت میل میکنه اینم به بی‌نهایت میل میکنه، این درست. متشکرم، خواهش میکنم. شایان پردیس هم بگو. حالا سلام سلام بله بله بفهم. میگم سوال ممکنه کم احمقانه نظر برسه ولی میپرسم. حالا شما فرض کنید که دو تا چند جمله‌ای رو می‌خواید بر هم دیگه تقسیم کنید. صبر کن الان مثلا درجه بالای صبر کن الان n هست درجه پایین. آقا صبر کن الان میگم. خب من بچو ادامه بدم. خب پس ببینید اتفاقی که میفته نهایتا من برای چند جمله یا اینجوری میشه، اگر x به سمت بی نهایت بره بسته به علامت an پی x هم به مثبت یا منفی بی نهایت میل میکنه، و اگر x به سمت منفی بی نهایت بره بسته به علامت an و به زوجیت یا فردیت n من جواب متفاوت دارم. مثلا an مثبت و n زوج میشه مثبت بی نهایت، an منفی و مثلا n زوج میشه منفی بی نهایت و ادامه ماجر. اوکی
حالا یه مثال دیگه که میتونیم بزنیم که یه ذره جالب باشه، در حقیقت توابع گویاست. اگه من توابع گویا رو بخوام بنویسم، خب فرض کنید که یه ام و ان مثبتی دارم، باز دوباره دقت کنید که ام و ان مثبتن جفتشون و ام و بی ان ناصفرن و در حقیقت پی ایکس به صورت ام ایکس ام تا علاوه صفر و کیو ان هم کیو ایکس هم به بی ان ایکس ان علاوه تو بی صفر باشه و من میخوام لیمیت ایکس به سمت بی نهایت بره پی ایکس تقسیم بر کیو ایکس رو در بیارم. خب باز مشابه قبل میتونم از این اولیه از x به توان n، از مخرجم از x به توان n فاکتور بگیرم، دوباره اینو به همین فرم بنویسم، یعنی تو صورت از x به توان m که فاکتور گرفتم میشه در am بله am منهای 1x بله به تا آصف تقسیم x به توان m و مخرجم از xn فاکتور بگیرم میشه bn بله bn منهای 1x تا بله b0x. خب این xm تقسیم بر xn که میشه x به توان m منهای n، این تیکه چی میشه؟ اینجا این دفعه قصه یه ذره چیز میشه. ببینید من الان باز دوباره صورت من به خاطر همون قاعده توان و جمع و تقسیم و اینا به آم میل میکنه، مخرج منم باز به خاطر قاعده جمع و تقسیم و توان و اینا به سمت بی ان میل میکنه. بنابراین اگر من فقط حد اینو میخواستم ببینم، این به آم تقسیم بر بی ان میل میکرد. خب پس در حقیقت باز دوباره مشابه قبل اتفاقی میفته اینه که وقتی x به سمت بی نهایت میره، اصل ماجرا am تقسیم بی n در x به توان m منهای n و بنابراین در حقیقت وقتی که x به سمت بی نهایت برین هم باز نویسی تیک قبله، این تیکش که داره به am به bn n میکنیم، اینم که x به توان منهای n. اگر که m بزرگتر از n باشه، خب یعنی این داره به سمت بی نهایت میل میکنه، اینم که داره به سمت am تقسیم بر bn میل میکنه، بنابراین این به ضرب اینا میل میکنه که میشه علامت این ضرب در مثبت بی نهایت. یعنی اگه علامت am تقسیم بر bn مثبت بود، این به مثبت بی نهایت میل میکنه، اگه منفی بود، این به منفی بی نهایت میل میکنه. پس در شرایطی که m بزرگتر از n، این به علامت am تقسیم بر bn ضرب در بی نهایت میل میکنه. اگه m دقیقاً مساوی n باشه، که خب این تیکه اصلا وجود نداره، m مساوی n باشه، این از بین رفته دیگه، این یکه. برای خب این که گفتیم داریم به am تقسیم بر bn میل میکنه دیگه، این همون چیزی بود که نوشته بود. و اگر m کوچیکتر از n باشه، این داره به صفر میل میکنه، این هم که داره به یه عدد میل میکنه، صفر ضرب در یه عدد هم که میشه صفر، پس این به صفر میل میکنه. پس بسته به این که m کوچیکتر از n باشه یا m مساوی n باشه یا m بزرگتر از n باشه، این رفتارهای متفاوتی ممکنه پیدا کنه. و برای اینکه من این ماجرا، حالا بذارید یه مثال دیگه قبلش بزنم. پس در حقیقت در مورد توابع گویا، بسته به این که درجه صورت بزرگتره یا درجه مخرج بزرگتره، من رفتارم میتونه متفاوت باشه. اگه درجه صورت بزرگتر باشه، به سمت مثبت یا منفی بی‌نهایت میل می‌کنم بسته به علامت ام بی ان، و اگه که ام مساوی ان باشه به خود ام بی ان، و اگه کوچیک‌تر باشه از ان به صفر میل می‌کنم. باز دوباره یه مثال دیگه بذاریم، بعدا نگید که این مثال خیلی ساده بود، ما هم بلد بودیم، چرا همش چیزای بدی داریم میگه. یواش یواش داره مثالامون یه ذره هیجان انگیزتر میشه. فرض کنید که من میخوام حد رادیکال x دو به علاوه x منهای x رو توی بی نهایت بررسی کنم. خب اینو من به صورت ساده و راحت نمیتونم با چیز با استفاده از تفریق اینو به دست بیارم، به خاطر این که حد این میشه بی نهایت، حد این نمیشه بی نهایت، و بی نهایت منهای بی نهایت مبهمه. اگه مثلا یکی شده و بی نهایت یکی شده بود عدد، میگفتم خب میشه بی نهایت، یا اگه این شده بود عدد این شده بود بی نهایت، میگم منفی بی نهایت. ولی چون بی نهایت منهای بی نهایت مبهمه و من باید تعیین تکلیفش کنم، معمولا اینجور مواقعی که ما رادیکال x دو بر x منهای، یعنی یه چیز منهایی داریم که یکی رادیکالیه، یه چیزی که دوای درد ماست اتحاد مزدوجه. خب من این حد رو میخوام بررسی کنم، میام این کس رو در رادیکال x دو به علاوه x به علاوه x تو صورت ضرب میکنم و تقسیم میکنم. دقت کنید که وقتی x ناصف باشه، یعنی خب این یه عدد ناصف رو برام، من میتونم تو صورت و مخرج ضربش کنم. و دقت کنید که خب من حد این تو بی نهایت رو میخوام نگاه کنم، برای صفر برام اهمیتی نداره، از یه جای به بعد رو میخوام نگاه کنم، برای میام توی رادیکال x دو به علاوه x صورت و مخرج رو ضرب میکنم. خب اگه این کار بکنیم، این چیزی که تو صورت به دست میاد میشه این به توان دو منهای این به توان دو که میشه x دو به علاوه x منهای x دو، مخرجم هم که خب خودش هست. برای خود مخرجم من میام از یه x تو مخرج فاکتور میگیرم،
وقتی از x فاکتور بگم دقت کنید که رفتار مثبت بی‌نهایت رو میخوام در نظر بگیرم، بنابراین x خودش مثبت میتونم فرض کنم هست. از x فاکتور میگیرم میشه x ضرب در توی این زیر رادیکال از x فاکتور بگم میشه 1 به علاوه 1 x هم اینجا هم که میشه خود 1. خب پس در حقیقت من میخوام لیمیت این تابع رو بررسی کنم، لیمیت x تقسیم بر x در 1 به علاوه رادیکال 1 به علاوه 1 x هم. و الان دیگه میتونم از قواعد جمع و ضرب و تقسیم و اینا هم استفاده کنم. این x اولا با x x ساده میشه، میشه 1 تقسیم بر 1 به علاوه رادیکال 1 به علاوه 1 x هم. خب 1 x هم که داره به 0 میل میکنه، 1 به علاوه 1 x هم به خاطر قاعده جمع به 1 میل میکنه، رادیکال 1 به علاوه 1 x هم به خاطر قاعده توان به 1 میل میکنه و کل این ماجرا به خاطر قاعده جمع و تقسیم به 1 تقسیم بر 1 به علاوه 1 میل میکنه که میشه 1/2. پس حد رادیکال x دو به علاوه x منهای x تو بی نهایت میشه 1/2. ببینید راه من توی امتحان مهم نیست. یکی از دوستان پرسید اگه غیر از راه ما برید صفره، راه من مهم نیست، ولی این قاعده هایی که تو دبیرستان دیدید، پرتوان و کمتوان و نمیدونم خیلی تواندار و اینجور چیزا، من اینا رو بلد نیستم. با استفاده از چیزایی که ما تو درس درس دادیم و قواعدی که تو درس گفتیم هر جوری حل بکنید ما بهتون نمره کامل رو میدیم، هیچ مشکلی هم باش نداریم. استاد ساده نمیشه؟ خب چرا دیگه، این x و x رو هم ساده کردیم دیگه، چرا نمیشه؟ تو تا x رو زدیم با هم که اینجا اینطوری شد دیگه، یک بله x شد. اوکی خب مائده آغاز بفرمایید. من صدای شما رو ندارم خانم آغاز. خب پس میخوام حالا بریم ادامه. بچ مهدی تا بگر بوتان، چون قبلا سوال پرسیدی فعلا با اجازه بذاریم من برم جلو، یکی دوتا چه کوچیک برای این جلسه مونده و بعد بحثا تموم کنیم. عرض به خدمت شما، به یه چیزی هم هست به اسم مجانب قائم و مجانب افقی ما راجع به صحبت کنیم. این تابع اف ایکس مساوی با دو به علاوه یک تقسیم ایکس منهای یک رو نگاه کنیم، قیافه تابع یه همچین چیزی میشه، این آبیا قیافه این تابع میشه. ببینید به نظر میرسه که ایکس به سمت بی نهایت که داره میره، این به یه خط افقی داره میل میکنه یا به سمت منفی بی نهایت، و اینجاها مثلا نزدیکای در حقیقت مثلا یه دوم که بخشید نزدیک یک که نگاه کنید، این به یه خط عمودی داره میل میکنه. در حقیقت مجانب افقی و قائم یه تعریفه. خب اگر که لیمیت x به سمت مثبت یا منفی بی نهایت f x بشه آلفا، ما میگیم خط y مساوی آلفا، این خط افقی y مساوی آلفا مجانب افقی تابع است. پس اگر تابع در مثبت بی نهایت یا منفی بی نهایت حد داشت و حدش یه عدد بود، دقت کنید حد باید عدد باشه ها، این r نوشتم و مثبت منفی بی نهایت نباید باشه، حدش یه عدد بود، اون خط y مساوی آلفا رو بهش میگیم مجانب افقی تابع. مثلا تو این مثال خط y مساوی 2 مجانب افقی تابع fx، چون حالا هم سمت مثبت بی نهایت هم سمت منفی بی نهایت، حالا ممکن سمت مثبت منفی بی نهایت من مجانب‌های متفاوت داشته باشم، ولی تو این مثال یه چیزه. خب اگر که حد x به سمت i مثبت یا i منفی fx بره مثبت یا منفی بی نهایت بشه، یعنی اگه از چپ یا راست به یه نقطه اون وسط ها میل کنیم، آ متعلق به آر، دقت کنیم باز آ متعلق به آر، اون وقت ما خط عمودی x مساوی آر رو میگیم مجانب عمودی تابع است. خب مجانب قائم تابع است. مثلا اینجا نگاه کنید x مساوی 1، این مجانب قائم تابع fx مون میشه، به خاطر اینکه از سمت راست که میریم به یک مثبت میل میکنیم، بخشید از سمت راست که به یک میل میکنیم به سمت بی نهایت میره، از سمت چپ هم که به یک میل میکنیم به سمت منفی بی نهایت میره، برای خط وای مساوی یک رو میگیم مجانب قائمه برای تابع. پس این تعریف در حقیقت مجانب، و من فکر کنم که اینجا جای مناسبیه که در حقیقت من بحث رو نگه دارم.
خب مائده آغاز ببینن اگه که مسئله حل شد میتونی صحبت کنی. دوباره ببین میکروفون تو باز کنی میتونی صحبت کنی. خب مثل این که مشکل داره. بعد من اول با پویار میرطلایی برم چون مهدی دادگرپور صحبت کرد قبل من. کسایی که یادم میمونه صحبت کردن قبلن و بهشون اولویت کمتری میدم با اجازتون. بگو پویار میرطلایی. بله. ببخش یه مثال قبل از مجانبه افقی و قانون زدیم میشونم بفهمید؟ بله. این توی مخرجش که میخواستید یه ایکس فاکتور بگیرید بله شما از زیر رادیکال یه اینطوری که اوکی شد ببخش آره بخاطر ایکس های مثبت بود. بله بذار اینو تأکید کنم که ایکس بزرگتر از صفر. خب دیگه کسایی که هستن همه تکراری هم. مهدی دادگرپوره فقط و علی طباطبایی که جفتشون تکراری هم. خب پس بفرمایید به همین ترتیب. خسته نباشید استاد. بفرمایید استاد. این مساله میخواستم بتونم بدونم حالا فرمولایی که تو دبیرستان خوندیم راه دیگه نداره آسون تر باشه برای حد مبهم بی‌نهایت. من بلد نیستم و چیز نمی‌کنم جواب نمیدم این سوالو به خاطر اینکه خب بعدن مثلا چیز بعدن چیزی یاد نمیگیریم که بعدن به مرور زمان شما انقدر حرفه‌ای میشید که یاد میگیرید اینا چه جوری حساب کنید. ولی فرمولای دبیرستان اینا چون با توجه به این بود که طرف میدونست تو تست کنکور چی به شما میدن چی به شما نمیدن یه موقع های یه فرمولایی به شما یاد میدادن که اونا بعضا جواب غلط میده در حالت کلی و یعنی اون با فرض این بود که سوال کنکور فلان چیز نخواهد بود. به خاطر همین من هیچ مسئولیتی راجع به فرمولای دبیرستان ندارم فقط راجع به درس خودم مسئولیت دارم. نمیدونم منم اونا رو قبول ندارم میخوام یه راه حل آسان‌تری باشه بجز نه فعلا نه دیگه همینایی که گفتم چیز بیشتر از این من بلد نیستم. آها باش من علی چی علی طباطبایی بفر آته وایس یه سری دیگه اس بردم حالا بگو علی تو یکی اینکه میخواستم اون اسلاید یه تو بگو یا بوده یه لحظه بفهمید این اولیش دومیش همون اولیه بفهمید دومیه شاید میشه یه لحظه دومیه آخه من اونو ندیدم کامل. خب بفرمایید. بعد یه چیز دیگه این فرمات عکسشو ببینم تو تبا به همگرا و واگرا تعریفش دویه عدد باید بگیم یا باید بگیم نقطه این واگرا میشه یا همگرا میشه. آره 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 نه نه هیچ وقت تابه رو نمیگیم کلن همگرا و واگرا توی یه نقطه میگیم. خواهش بکنم. خب بفرمایید. هم محمد آمهدی فکر کنم قبلا صحبت کرده بود بنابراین سارا آزادی اول بفرمایه و علی جواهری هم فعلا باز کنم تو بله بله بفرمایید. استاد توی همین مثالی که زدیم این مثال لیمیت رادیکال ایکس رو به اضافه همین آره بعد اگه به سمت منفی بی نهایت جوابش فرق داره؟ نه نه منفی بی نهایت اصلا باید حساب کنم نمیدونم حدثم اینه که مثلا نمیدونم باید حساب کنم ولی چون مثلا این چیزی که فاکتور میگیریم اینجا x رو میاریم بیرون منفی x میاد بیرون. آره آره همه آره به خاطر این حدثم اینه احتمالا میشه منفی یه دو آها بله حال نمیدونم ولی باید حساب کنم یعنی جواب من رو حساب نکنید باید حسابش کنم یعنی حفظ که نیست. آه باش خیلی ممنون. خواهش میکنم. خب علی جواهری سلام خسته نمیشید بفرمایید. من یه فرموله این قبل از اینکه بگم من تو دبیرستانم نبوده میخوام ببینم درسته کنن یا نه فرموله اینجوریه که من فرمول مرمول بلد نیستم فرمول همینایی که من گفتم جان من فرمول جدید نبودم چون سوء تفاهم ایجاد ممکنه بکنه تو دبیرستان نبوده ولی خب باشه حالا باشه تو میگم بر دوستان ممکن سوء تفاهم ایجاد کنه بذارید فرمولی نه نگید خب مایده آغاز درست شدش چیز میکروفون اگر شد بفرمایید اگر نه محمد آمهدی بفرمایید. کلاس دیگه هم آره انشالله امروز تشکیل میشه. بله بله بفرمایید. ببخشید استاد میشه واگرا همگرا رو از اول توضیح بدید؟ هم توضیح نبود یه تعریف بود خیلی چیز خاصی نبود کجا نمیشتمش؟ آخه نفهمیدم اصلا نفهمیدم چی هست. ببین کلن اگر که من F توی نقطه‌ای حد داشته باشه و حدش یه عدد باشه نه که مثبت منفی بی نهایت باشه
اون وقت میگیم F تو اون نقطه همگراست. اگه حدش بی نهایت باشه یا اصلا وجود نداشته باشه میگیم واگراست. یه تعریفه همین فقط. آه یعنی اگه عدد باشه همگرا، اگر بی نهایت یا اصلا وجود نداشته باشه میگیم واگراست. دقیقا درست. ممنون. خواهش میکنم. خب محمد امین بلوچی بفرمایید. سوال در مورد همگرایی فقط از این نقطه تعریف میشه یا اینکه مثلا آخه چون اصطلاح شنیدم من دنباله همگرا یا دنباله واگرا؟ آه نه اون دنباله یه قصه دیگه است، بعدا تو درس بهش میرسی. این فعلا من همگرایی برای تابه توی یه نقطه رو گفتم، یه مفهومی داره برای همگرایی دنباله بعدش. خب مادا آقاستم سوال زادم هم ارزی رادیکالی بود که همون مشمول همین چیزی که گفتم دیگه، مثلا اون فرمولای دبیرستانی هم ارزی رادیکالی اجازه ندارید استفاده کنید. خب من دیگه کسایی که میبینم همه قبلا حداقل سوال پرسیدن، اگر اجازه بدید دیگه من درسو تموم بکنم. خسته نباشید. کلاس اهل تمرین هم امروز انشالله تشکیل میشه دوستانا، حتما توش شرکت کنید.